مجید نور محمد اشتباه میکنه و توپو حالا مشتبه جباری میدازه با فرار سریع فرهاد مجیدی که رد میشه از بازی کنش. حالا فرهاد مجیدی و پنالتی خواهد بود. بله پنالتی آقای مجیدی زرنگی هم کرد ولی پنالت بود. آقای مجیدی نیمه اول متوجه نشدین پنالتی بود در آخری یا نه؟ یه لحظه شوش. مجیدی به سمت توپ ضربه رو میزنه و توی دروازه. در بازی رفت دو تیم هم فرهاد مجیدی گل زده بود. بازی ادامه داره. آرش برهانی پا به توپ حرکت میکنه. فرصت برای استقلال. یه چرخش، یه ضربه. حالا فرصت برای آرش برهانی. یک بار دیگه مجید نور محمدی خوب حرکت میکنه. این بازیکن شماره 8 تیم راه آهن خوبم بازی کرد تا اینجا. همین بازیکنی که یک بار دیگه پا به توپه. باز هم حرکت او، فرصت برای راه آهن، موقعیت برای این تیم. از روی خط یاران استقلال برمیگردونن. خطرناک بازی کردن یک کلاس راه آهنی ها. استقلالی ها اعتقاد به خطای هند دارن. داور چون این نظری رو نداره. بازی دنبال میشه. توپو به عسکری میرسونن که اگر فضا داشته باشه و روش دو تیم شاید به نوعی عوض بشه اون وقت راه آهن به نتیجه میتونه برسه. یه فرصت برای راه آهن ولی باز هم بی ثمر. تکل خوب برای استقلال. حالا فرصت برای مشتبه جباری. یه حرکت خوب داره تیم استقلال. جباری ضربه رو میزنه ولی مهدی ثابتی به توپ رسید. جباری قصد گل زدن نداشت، خواست یه پاس گل بندازه اما پاسش هم دقت لازم رو نداشت. استقلال به همون تکل خودش اکتفا کرد. فقط دل به ضد حملات بست. حالا شاید رو این ضد حمله بتونه کاری بکنه. یه فرصت برای استقلال. همه نیم خیز میشن از جای خودشون. روانخواه ضربه رو میزنه و باز هم توپ بالای دروازه میره. 4 موقعیت استقلال داشته، 3 موقعیت راه آهن، اما فقط یک گل در بازی دید. البته خود همین آمار هم آمار چندان جالبی برای یک مسابقه فوتبال تا دقیقه 80 نیست که فقط 7 موقعیت گل در 80 دقیقه شاهد باشیم. یه نفر جلوم بود، ما بین من و فکر میکنم احمد تقوی بود، فکر کنم آره دست گرفتمش، کمرش رو کامل گرفت، اما نمیدونم تصمیمش با داور بود، کمرش گرفتم که حرکت نکن. آقای منصوریان بود، خودش هم گفت زدم داور، من نمیدونم دیگه کی باید بگیرم واسه اون پنالتی دیگه. خود آقای منصور من گفت زدم داور پنالتی نمیگیره. بازی ما رو 3-0 کرد. جباری یه پاس خوب، فرصت برای استقلال توی دروازه. میسای من این گل قشنگی رو میزنه و جباری باز بار دیگه نشون میده که یک پاسور حرفه‌ای برای فوتبال ماست. تقوی حالا پاس او ثمری نداره و حالا استقلال شاید قصد گل سوم رو هم داشته باشه. فرصت برای راه آهن، مگر اینکه حالا راهنی ها دروازه استقلال رو تهدید بکنن. از ضد حمله خوب استفاده نکردن یاران استقلال و توپو به راهنی ها دادن تا همچنان اونها در حمله باقی بمونن. اجازه این فرصت رو ببینیم. موقعیت برای تیم راه آهن و فرصتی که از دست رفت. راه آهنی که با انگیزه بود و شاید آمده بود که حتی امتیاز بگیره از استقلال که در معرض سقوط قرار نگیره، اما این اتفاق نیفتاد و حالا استقلال فرصت برای گل سوم داره. موقعیت برای این تیم و توی دروازه. علی علیزاده میزنه. حالا تقریبا داره همون اتفاقی که پرسپولیس در مقابل شیرین فراز پیش آورد رو استقلال در مقابل راه آهن پیش میاره.